بیننده های عزیز سلام، امیدوارستون در هر جایی که هستین جور و آرام باشین. بازم خوش آمدین به یکی دیگر از برنامه های ما از چنل توبی صدای بامیان. ما امروز آمدیم در بازار بامیان و اینجا یک کارگاه هنری است تحت نام کارگاه هنری آبی داخل بینیم که شان صحبت میکنیم. پس ادامه برنامه ما را بیننده باشین. بیننده های عزیز، ما آمدیم در اینجا یک دکان نقاشی است. خود مسئولش کتما است که اینا بیشتر صحبت میکنیم، از خودشان بیشتر میشنیم. سلام، خوب هستین شما؟ سلام، شما خوب؟ بخیر، شکر. تشکر، زنده باشین. معرفی کنین خودتان. به نام یاد خدا یونس محمدی هستم، مسئول کارگاه هنری آبی. آها، نامش هم کارگاه هنری آبی است دیگه؟ دقیقاً بله. بسیار خوب. خوب، چند مدت میشه شروع کردین امنی تنام کارگاهتون که مثلا با فلت آغاز کردین خودتان؟ بعد از قرنطینه سال گذشته ما اقدام به کار کردیم، به خاطر که یک تعداد از دوستان علاقمند بود که ما میخواییم هنر خطاطی و رسامی خود بالا ببریم یا یک یاد بگیریم، و بر اساس تحقیقاتی که انجام دادیم در بازار بامیان کارگاهی نبود که کسی بخواد بره هنر رسامی و نقاشی و خطاطی خود بالا ببره، و کم بیش توانایی که ما داشتیم خواستیم در مستر خدمت در دوستای خود باشیم یا کسایی که علاقمند هنر هستن، به مو اساس باز این کارگاه را ایجاد کردیم. آها، بسیار خوب. یعنی کارگاه تا شخصی از خودتان است دیگه؟ دقیقاً بله، با همکاری یک تعداد از دوستا این را برگزار کردیم که دوستان می آمدن اینجا، اونا کم بیشتر اونایی که ما داشتیم در قسمت هنر رسامی و خطاطی برای اونا یاد می دادیم و در بدلی یاد دادن خب یک امتیازی هم قائل می شدن اونا برای ما، که حالا یک تعداد می آمدن سفارش می دادن، یک تعداد می آمدن آموزش می دادن. معادل هنری که ما در خرج می دادیم باز اونا از بعد مالی حمایه می کردن ما را. بسیار خوب. باز خودت کجا یاد گرفتی هم کاربار نقاشی و خطاطی را؟ در جریان تحصیل که من در بامیان داشتم، تحصیلش در بامیان کردم، در جریان تحصیل علاقمند نقاشی خیلی زیاد بودم و با تشویق یک تعداد از دوستا و استادایی که داشتم بر تشویق میکردن خودم دنبال کردم در بامیان. پیش استاد، یک استاد مرفتم که به رحمت خدا رفت، استاد عبدالله تخلص دخیاد نامنده، پیش اونا ما رفتم و هنر رسامی را کم بیش حدودن یک چند روز پیش هم رفتم و توانای اونا را کسب کردم، و بعد از علاقه من خیلی زیاد بودم پیش خود کار میکردم، یعنی چینل های یوتیوب دنبال میکردم و ویدیوها از اینترنت دانلود میکردم، تمام رمز رازی را که تنستم از دنیای مجازی بگیرم، بعد از علاقه من زیاد شدم و کار کردم پیش خود. آها، بسیار خوب. یعنی واقعا استعدادتان خیلی بالاست، گفتین فقط یک چند روز را پیش استاد رفتین، به اصطلاح استاد یگموت راهنمایی کردن خودتان، دیگه بعد از او پیش خود یاد گرفتین. دقیقاً آره، یک چند روز پیش استاد رفتم، بعد از او باز زیاد علاقمند بودم، خودم دنبال کردم و تا در رمزراش پی بردم کم بیش. باز فعلا در حدی هستم که میتونیم هر سفارش را از آتش بر بیاریم. خدا، بسیار خوب. خوب، نقاشی هم فکر کنم مختلف است، که فکر کنم دو سبک داره دیگه، وش خودتان بیشتر میفهمین میشه برای ما بگوین. آره، گرچن معمول بین هنرمندایی که با رنگ و نقاشی چیزا سرکار داره، یک رسامی داریم یک نقاشی، که نقاشی طبعا با آب رنگ و رنگ روغن و خیلی سبکای دیگه هستم کار میکنه، و در قسمت رسامی زیادتر سبک پنسلیه که او هم در دو بخش تقسیم میکنیم، یک سیاه قلم و یکی هم رنگه، و سبک های خیلی زیاد دیگه هم داره، که از جمله از اونها یک سبکی هست که زغالیه، که با زغال کار میشه و با برس پرداز داده میشه. خب هر کدام از اونها باز جزئیات خاص خود داره، داخل از اونها بریم هر کدام میشه
خیلی زیادتر از ابتدا چی نوکار بکنیم، نحوه گرفتن پنسیل و نحوه گرفتن کتابچه و بعض باز نحوه نور اندازی و سایه اندازی چیزا جزئیاتی رسامی است. رسامی و بچن رنگ روغن هم اون شکل است. بسیار خوب. خودتان زیادتر چی ها را نقاشی میکنین؟ مثلا در دکانتان که اتمن بر فروش هم است بعضی منظرهای زیبار که خودتان نقاشی میکنین؟ دقیقا نه، زیادتر چیزی که برای ما جذاب تمام شد خب امور میکشه، مال فرق نمیکنه که چهره باشه یا گل باشه، درخت باشه، هر چیزی باشه. برای ما فقط دید اول که یک جذابیت خاصی از تصویر برای ما نشان داد، علاقه مندم که امور بکشه. ما فرق نمیکنه حالی من عینی بعضی از هنرمندا که تمرکز تماما روی یک از موضوعات باشه، یا چهره باشه یا منظره باشه یا گل یا انواع اقسام دیگه باشه، و هر چیزی که خوشم اومد فقط که تنستم که یک جذابیت خاص برای ازو بدم امور میکشه. ما لگی کارگار هم اگه ببینیم از اشیا، پرنده، حیوانات، چهره، کل چیز گرفته، هر چیزی که خوشم اومده کشته. بسیار خوب. باز تو برتان کدام فرمایش میتم مثلا چهره را یا کدام؟ دقیقا نه، فرمایشات زیاده، چیزی که فرمایش برای از ما میاید از چهره می معمولا. خب یک تعداد از افراد جامعه می از کلان های خانواده خود سفارش میده، یک تعداد می رهبر، یک تعداد از دوستای نزدیک خود سفارش رو میده که برای از ما یعنی رو به جذابیت خاصی که دیم تصویر یا عکس داره با طبق موضوع جور بکنید که ما میخواییم تحفه ببریم. معمولا همین سفارش های چهره هست، ولی از لحاظ منظره و کدام چیز دیگه چیز یا سفارش نمیه، فقط چهره. زیادتر چهره است. دقیقاً که هم بستگی در سفارش اونا داره، سایز خوردن میکشیم، کلان هم میکشیم، هرچی کنان سفارش داد. باز گفتین در بخش خطاطی هم فعالیت دارین، اینی همی کار رسامیتون زیادتر مثلا پیشرفتش خوب است یا خطاطی؟ زیادتر کدامش مثلا در بامیان؟ گرچه علاقه مندی خطاطی نسبت در نقاشی زیادتره، چون خطاطی یک مزیله است که از اوائل دوره مکتب تا سنف 12 را با او درگیر هستن و با مشکلات خیلی زیاد مواجه میشه. طبعا طبقه ذکور اوناست که اینجا مراجعه میکنه فقط به خاطر خطاطیه. گرچه نقاشی هم هر دوتایش 50-50 هسته، ولی نقاشی زیادتر بر اساس شوق علاقه درونی که وجود داره میای میخونه. اما از خطاطی یعنی حس میکنیم ما که اینا جبران میای اونا رو بخونه، که فقط هم خوب بخونیم که به خاطر که خیلی از کسا در جامعه اونا تمسخر کرده، از خواب خاطر خچی یا تهدید کرده که نمیخون تو چی ناخت میکشی، شاید استادا به خاطر خط شاید ناکام ببینی و هزار یک رقم مسائل هست. ولی نقاشی اونو یک انگیزه درونی داره میاد که فقط هنر خود بالا میبره. نام خدا ما در اینجا در کارگاهتان که میبینیم خیلی هم نقاشی های رنگارنگ و مقبول است. اینی در کل هم یک چهره را اگه خودت نقاشی کنی اندازه‌هایش هم فرق میکنه، یک ورق فور مثلا یک چهره را نقاشی کنی چقدر وقت میگیره که تکمیل شود؟ او بستگی داره، اگه بخوایم خیلی دو ظرافت در خرج بدم یعنی حدودنی شاید 4-5 روز در بر بگیره که اینی طبیعی به شکل ریال به ریالیستیک 4-5 روز میگیره، شاید هم یک هفته بگیره. ولی اگه بخوایم یک شکل کلی برشی وقت بمانم که شکل کلی ارجار بکنم که چهره به اندازه شکل بگیره، یک روز دو روز تمام. یعنی که خیلی هم ساده بکشم مثلا سیاه‌سفید میتونه ظرفی 4-5 سال تمام شد. باز همه نقاشی رنگه و سیاه‌سفید گفتین، در کدام قیمت ها هست اینا؟ بستگی در خورده کلانی و کیفیت چی داره. ولی سیاه‌سفید ما سفارش هایی که میکشیم 300-500 تا 1000 برقه فور، و رنگه خانه 700-1500 تا 2000 برقه فور، و از او کلان ترش هم خوب بستگی در کیفیت و کلانیش داره که چی اندازه کلان میخواه. بعد تنها چهره هم شاید اکثریت که سفارش میده تنها چهره نمیخواه، میگه حاشیه از اونا هم باید خیلی ظرافت داشته و باز قرار حاشیه از اونا باز ما نرخش ما بریم بالا. خب اینجا ما میبینیم خودت یک کار زردیست دادی داشته بودی قبل از قبل، چی هست؟ یک طرح یک گوله خواهمون تو گفتم بکشیم ذهنن، یک گل یک حاشیه که مثلا کلی ورقه بگیره فقط به خاطر یکی چیزی که در ذهنیت هست، این امور اینجا یک تخیل، یک چیز تخیل رو میکشیم
کن ما گل شاید چند گلی دیگه برگ دیگه علاوه شد و با رنگ های مختلف فعلا که دو تا چیه شکلی بنفش و یک کم سرخ دیگه یک چند تا گلی دیگه هم علاوه میکنیم که سفر پر میکنیم. اینجا شاگرد هم داری خودی دیگه؟ آره شاگرد هم میایه، شاگرد میایه برای فعلا که حدودانی 10-15 نفر هست شاگرد های نقاشی دیگه. خوب فرق اونا بستگی شاگردی اونا سکر داره. آره اونا سکر داره، اونا سکر هر دوش هسته، در تایم 3 نفر، 4 نفر، 1 نفر، 2 نفر باز وقتی تمام شد ما رو شاگرد های دیگه میایه. قبل از دارم تایم داریم، بعد از دارم هم تایم داریم و بودن شاگرد بستگی ده تغییرات فصل داره. یعنی ده زمان رخصتی باشه بیکار باشه اونو علاقه من هنر است، نمیخوای بیکار تا خانه بشه نمیایه سرطبانه ایخ کار میکنه. ولی اگر وقت امتحان ها باشه باز نه شاگرد مکتب نه شاگرد دانشگاه نمیتونه رسیده، نمیتونه با مضافت با شاگرد کم بشه. زمستان خیلی شاگرد داشتیم، من 50-60 نفر بود می آمدن اونا در تایم مختلف با اونا همکاری میکنیم. مادم زمستان هم دیگه وقت بیکاری است وقت دارن. استاد یعنی یک شاگرد که برای که بخواه امین نقاشی را در کلیات بگیره، یعنی از همون مراحل اولش که شروع کنه کدام مرحله است؟ خب مراحل اولی را که بخواه طی بکنه ما از ابتدا برای از اونا کلن الفبای نقاشی را یاد میدیم که الفبای نقاشی اما خطوط چیه، که این خطوط را باید در کلیات بگیره. بعد از خطوط باز موریم داخل پرداز، یعنی شکل سایه اندازی و نور اندازی. فقط دو چیزی اساسی و مهم برای اونا باید گفته شود، یک قسمت اسکیج و دیگر قسمت پرداز. اسکیج هم طرح کلیش که خیلی مهم سر از او اول کارمون محدودن یک ماه یا کمتر زیادتر و بعد از اون موریم سر پرداز، که یعنی از کجا نور بخوره، کجا روشن می، کجا تاریک می، تا کم 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 اون تو هر شاگرد یعنی هر طرحی را که میزنه و میکشه باز خودش خود به خود انگیزه میگیره و میتونه طرحهای خیلی مغلق پیشیده را کار بکنه و به همکاری از ما کمداش کمک کنه. بسیار خوب، خیلی زیاد شکر استاد. شما در آخر کدام پیام باشه بر بیننده های عزیز ما میشنیم؟ پیام خاص ندارم، فقط در کل از آدرسی که شما میخواین پخش بکنین در چینلتان برای تمام علاقه‌مندان هنر پیام از من است که حالا در هر گوشه و گوشه سرزمینی که زندگی میکنین پیام برای شما است که یک هنر پیدا بکنید و رو دنبال بکنید. حال فرق نمیکنه پیام هنر شما نقاشی باشه یا خطاطی، حالا ممکنه موسیقی باشه یا ممکنه فنی بیان باشه یا هر چیز دیگه باشه، فقط رو دنبال بکنید تا آخر خط مطمئنا ازش نتیجه خوبی میگیرید. شکر. بسیار یک پیام زیاد شکر از شما. بیننده های عزیز اینجا یکی از شاگردای استاد آمسته نام خدا خورترگ است، ولی اما شوق علاقه شد که ما میبینیم در نقاشی خیلی زیاد است. ادامه برنامه ما رو بیننده باشین که اتنام صحبت داریم. بیننده های عزیز در کنار ما یک از اطفالای خیلی هم تو مقبول و قندول هست که اینجا نقاشی میکنه که خودش صحبت میکنیم که چی باعث شده بیایه به نقاشی رو بیاره. سلام، خوب هستی؟ خوب هستم. نام چیه؟ شرف نیسا. شرف نیسا، آفرین. خانه دامی خود بامیان است؟ آره. درست یا نزدیک؟ نزدیکه. آها. خب شرف نیسا، چی باعث شد که مثلا خودت بیای نقاشی را یاد بگیری؟ علاقه داشتی حتماً؟ آره. خوش داشتی نقاشی را؟ آه. چقدر میشه خودت شروع کردی؟ یک ماه میشه. یک ماه میشه، آفرین. خب چی یاد گرفتی از یک ماهی که آمدی تالی؟ خب یاد گرفتم، قدم یاد نگرفتم.
آها، خودی در روز اول که اومدی از کجا شروع کردی؟ یعنی چی شروع کردی؟ عکس چی کشیدی؟ عکس یک تن سگ. آها، چطور بود؟ به نظر دوستات تشویق کرد یا نه؟ آره. آها، شرف نیست. سنف چندم مکتب هستی؟ سوم. سوم. چندم نمره هستی باز؟ بچم یالت معلوم نیست. آها، اینجا که میکشی خودت چی هست؟ ای قلب است. آها، قلبک هم هست؟ فکرم از وسطش هم دو شده دیگه. چی خواهد مانده کارت؟ بازم میره چی شروع کرده بدی؟ میره از شما کم پیشتر. آها، حالا خراش ده باز کارتو؟ آره. جانم خدا، اما تو از روی عزی میکشی دیگه؟ آره. خیلی مقبول آمده، اما چیزی که اینجا هسته همو رو کشیدی دیگه. خب، شرف نیسا، دیگه خودی داینده تصمیم داری چی شده؟ تصمیم دارم استاد شما. استاد مکتب، استاد دانشگاه؟ استاد مکتب. آها، بسیار خوب. حسین سه اون مکتب گفتی هستی؟ آها، بسیار خوب. دیگه برای امو هم سن سالای خودت چی گفتنی داری؟ که یعنی درس بخوانن، نخوانن؟ گفتنی؟ نه. گفتنی نداری؟ نه. آها، شاید نسانی. خیلی زیاد شکر. بیننده های عزیز، طفلگ مقبولگ ما اینجا دیدیم که بر نقاشی اینجا کارش گفته قلب است، نقاشی میکنه و بسیارم تو مقبول جور کرده. بیننده های عزیز، این بود برنامه امروزی ما از یک کارگاه نقاشی که با اینا صحبت کردیم و دیدیم که علاقه مندی اینا نام خدا در نقاشی خیلی زیاد بوده و تو اساسا شروع کرده بود به این مرحله رسیده. بیننده های عزیز، اگر میخواین بازم همچنین برنامه های داشته باشیم، چنل یوتیوب ما را لایک سابسکرایب و نظریاتتون را با ما شریک سازید. نظریات شما بر ما انگیزه و انرژی میده که برنامه های خوبتر و بهترتر را بر شما تقدیم کنیم. تا برنامه های بعدی که دوباره در خدمت شما قرار میگیریم، شما را بر لای پاک بنیاز و امانت میسپاریم.